و خبری از یمن، بروز فاجعه انسانی در یمن علاوه بر تأکید اتاق بازرگانی و صنایع عدن با هشدار جدی سازمان‌های امدادی بین المللی از جمله برنامه جهانی غذا مواجه شده است. بر اساس این گزارش‌ها فقط یک وعده غذایی در روز سهم اکثر خانواده‌ها در یمن می‌باشد و بحران گرسنگی فاجعه بار در این بخش از کره زمین در حال خودنمایی است. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. بسیاری از سازمان‌های امدادی بین‌المللی روز چهارشنبه تأکید کردند که به طور فزاینده‌ای نگران وخامت اوضاع انسانی در یمن به دلیل پیچیدگی ارسال کمک به میلیون‌ها یمنی هستند. سازمان‌های امدادی بین‌المللی همچنین هشدار دادند که اقدامات نظامی و درگیری‌های جاری منجر به توقف عملیات‌های بشردوستانه در این کشور شده، در حالی که دو سوم جمعیت این کشور به کمک نیاز دارند. در تازه‌ترین رخدادها، اتاق بازرگانی و صنایع عدن با صدور بیانیه‌ای از وضعیت معیشتی و اقتصادی در این کشور سخن گفته است. اتاق بازرگانی و صنایع عدن با تشریح وضعیت اسفبار مردم یمن تأکید نموده که با نگرانی فراوان پیگیر وضعیت شهروندان یمنی که فقر، گرسنگی و فلاکت گریبانگیر آنان شده می‌باشد. به گونه‌ای که شرایط به جایی رسیده که اکثر مردم دیگر قادر به تامین نیازهای اولیه خود از جمله غذا نیستند. اتاق بازرگانی و صنایع عدن در ادامه افزود، خورد و خوراک بسیاری از خانواده‌ها به یک وعده غذایی در روز محدود می‌شود که به سختی می‌تواند نیازهای آنها را برآورده کند و تداوم این وضعیت ناگزیر منجر به بروز بلایا و نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود. این سازمان با تأکید بر اینکه این یک رخداد خطرناک است که عواقب آن قابل پیش بینی نیست، خواستار توقف وخامت و کاهش آلام مردم شد. برنامه جهانی غذا هم در این رابطه گفته است که میزان کنونی گرسنگی در یمن بی سابقه است و باعث رنج شدید میلیون ها نفر شده و علارغم کمک های بشردوستانه جاری، 17 میلیون یمنی از ناامنی غذایی رنج میبرند. این نهاد بین المللی تأکید کرده که وضعیت انسانی در یمن بسیار شکننده است و هر گونه قطع منابع حیاتی مانند غذا، سوخت و دارو میلیون ها نفر را به گرسنگی و مرگ نزدیک می کند. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران با ما همراه هستند. آقای جوادی سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه. آقای رحمت الله، روزتون بخیر خدمت شما. بله، زنده باشید، ممنونم. جناب جوادی، به نظر شما فارغ از هر گونه مسائل سیاسی و اینکه بخواهیم دنبال مقصر در رابطه با وضعیتی که در یمن چندین سال است که اتفاق افتاده و باز هم در حال شدت گرفتن است، به لحاظ انسانی و با نگاه حقوق بشری چه فاجعه‌ای در یمن در حال رخ دادن است؟ بفرمایید. با توجه به اینکه واقعا یقینا وضعیت انسانی و اقتصادی در یمن بحران عبور کرده و با حملات اخیر انگلیس و آمریکا واقعا این وضعیت در حال تشدید، به صورتی که عربستان هیانیه‌ای داده و نگرانی کرده و خواهان خویشتنداری و کسی دیگه به مسائل شده. ببینید، یمن کشوری نبوده که در ابتدا فقیر باشه. یمن با توجه به حدود 23,800,000 نفر جمعیت، قطب بزرگ اقتصادی و کشاورزی و دارای باغ‌های، وضعیت فعلی یمن ناشی از جنگی که به هر حال ابتدا داخلی و بعد میل کرد اضافه شد، خاطرنشان کنم که به عربستان خوشبخت معروف بوده. اما فاجعه الان در وضعیت بسیار قابل توجه هست که انشالله امیدواریم با پیشرفت اوضاع بهتر بشه. بله، با توجه به کاهش کمک های بین المللی و از طرفی وضعیت وخیم مردم یمن، چه راهکاری را برای برون رفت از شرایط پیچیده مردم یمن پیشنهاد می کنید؟ متوقف شدن
واقعا لازم هست و ورود اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس، سازمان ملل متحد، علل خصوص شورای امنیت، با توجه به اینکه شاید کمتر امیدی بهش باشه، کشورهای دیگه، تلاش‌های بین‌المللی، سازمان‌های امدادرسان و حقوق بشری بین‌المللی که مجبور کنن طرفین رو برای آتش‌بس فوری و اینکه رسیدگی رو فوری آغاز کنن. ببینید یمن در وضعیتی هستن که چیز زیادی برای از دست دادن ندارن. احتمال شدن جنگ به کشورهای دیگر های جبران ناپذیر و سنگین تر شدن هزینه ها هست. بنابراین بسیج عذرخواهی میکنم ببخشید، بسیج کشورها برای ارسال کمک های فوری و انسان دوستانه لازم و ضروری است که باید بهش توجه کنیم. بله، در صورت تداوم وضعیت موجود و ادامه درگیری ها در یمن، آینده مردم این کشور را چگونه میبینید؟ ببینید بسیار نگران کننده، فاجعه بسیار توجه به اینکه دنیا بعد از دچار قضا شدن و افزایش قیمت ها، عدم رونق اقتصادی در یمن باعث شده که این فاجعه بزرگتر باشه. فاجعه مرگ دست جمعی کودکان و فقرا که در اثر این جنگ و گرسنگی هایی که به وجود اومده واقعا اسفباری رو بله جلوی روی ملت قرار داده، به صورتی که از جمعیت حدود 70% در خطر جدی مرگ و بله. اثرات ممنونم. سوء تغذیه و گرسنگی که قرار داده. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران با ما همراه بودند.